بعدش چی شد آبجی فیدان؟ بعدش بچه شیره فوراً خواسته بازی کنه، بدو بدو کنه، ولی مامان شیره اجازه نداده، گفته باید قدرتتو جمع کنی، اگه الان بری بیرون بازی کنی ممکنه بازم مریض بشی. اون که تازه خوب شده بود، چرا بازم انقدر زود مریض شد؟ خب چون فصل بارندگی نزدیک می شد، ابرا تو آسمون فرا می گیرن، هوا سرد می شده. اگه بچه شیره به حرف مادرش گوش نمی داده و می رفته بیرون، حتما سرما می خورده. سرما بخورم ممکنه بازم تب کنه. مادرش گفته وقتی شب بخوابه صبح بیدار بشه همه چی بهتر میشه. وقتی بخوابه بیدار بشه همه چی بهتر میشه. عزیزم من چیزه اومدم به بوراک سر بزنم، بعدشم گفتم بیام پیش تو، بعدم که دیدم خوابم برده. آیدان میشه اجازه بدی؟ عزیزم میدونم اینجا اتاق شخصی توه، واقعا معذرت میخوام، من فقط میخواستم یکم هم که شده بهت نزدیک باشم. میشه بری بیرون؟ شب بخیر. حالش چطوره؟ فکر کنم تو همین مدت یه اتفاق بدی رو تجربه کرده، چون فشارش یهویی رفته بالا. با قرص زیرزبونی که دادیم فشار رو آوردیم پایین. الان خودتون رو چطور حس میکنید؟ من چطور باشم دکتر؟ میخواین حالم چجوری باشه؟ میشه بریم خونه؟ البته، اما باید از استرس و ناراحتی دور باشه. وقتی این بلاها سرم اومده من چجوری ناراحت نباشم؟ گفتم که اگه بیمارمون حالش خوب باشه میتونه بره، بازم بلا به دور باشه. خیلی ممنونم، مرسی. بهتری؟ عزیزم خوبه که تو هستی، خدا ازت راضی باشه. این چه حرفیه، من همیشه هستم. نه دخترم نه، قلب تو عینه و جواهر عزیزم. ببین چی میگم، حالا که بهتری بیا ببرمت خونه، یکم اونجا استراحت کن، حالت خوب میشه. نمیشه سلما، وقتی پسرم اینجاست من هیچ جا نمیتونم. تو اصلا نگران نباش، من تو رو میرسونمت، فوراً برمیگردم. در ضمن کسی رو نمیذارن بره پیش مرد. صبح بشه خیر بشه، یکم استراحت میکنی. مطمئنی دخترم؟ البته که اینطور میگم، اینجا خودتو هلاک نکن، بیا بریم. حالا که تو اینجوری میگی پس باشه. بیا آروم پاشو، بیا من بهت کمک میکنم، منو بگیر بیا. دوستت دارم. ببخشید، من نگران بوراک شده بودم.
تبش اومده پایین، بهتره. شب بخیر آقا توبرای. مرس، لطفاً منو ول نکن. خدایا من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. تو لحظه آخر اومدم مداخله کردم. بکر داشت مرتو خفه میکرد. مرت خیلی شانس آورد. این بکر دیگه کیه؟ تونستی بفهمی یا نه؟ یه جورایی بروبیا دارن، ولی پولو از طریق کاره کوچیکتر در میاره. از کاسبای محل پول جمع میکنن. درد بکرم همینه که بزرگتر بشه. آدم حریصیه. مشخص اونقدر حریصه که خواسته برتو با دستای خودش بکشه. اگه کسی بهش نگه وایسا، بکر بازم زیاده روی میکنه. بریم یه بالا به دور بگیم ها؟ چطور؟ ما هم باشون حرف بزنیم. زرین، پسرم مرد چطوره؟ نمیذارن کسی بره ملاقاتش. پسرم و گوشه بیمارستان تک و تنها ول کردم و اومدم خونه. دلم داره کباب میشه. حالش چطوره؟ دکترها چی میگن؟ جراحی خوب بوده، اووردنش تو بخش، ولی نتونستم دست پسرم رو بگیرم و نوازشش کنم. آه این چه دردیه، جیگرم داره کباب میشه. میخواستم ببینم که چشماشو چطوری باز میکنه. اینطوری نکن زرین، خودتو نباز. مرد مثل شیر میمونه، خودت میبینی اینم پشت سر میذاره. یکی نیست، دوتا نیست عثمان، دردا پشت سر هم میان. از دست اون دختر، تا وقتی اون دختر ما رو ول نکنه تمامی نداره عثمان. زرین، آه هر کاری میتونستم کردم. این مار بازم ما رو ول نکرد که نکرد. اصلا نمیخواد از زندگیمون بره بیرون. تو اصلا میفهمی داری چی میگی؟ میخوای 40 روز و 40 شب قربانی کن؟ این بچه ها هم دیگر رو دوست دارن. بسه، کی میتونه جلوی عشق وایسه؟ زرین بسه عثمان، پسر من اونجا داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه، تو اینجا گیر دادی به عشق. همچین عشق نباشه خیلی بهتره. یه کاسه زیر نیم کاسه از موضوع اون یارو لعنتی یه هایی جلوم سبز شد. این کی بود؟ آخ لعنتی، اینقدر مونده بود که حساب اون مرت لعنتی رو برسم. اینقدر یکی از مرت محافظت میکنه، وگرنه چطوری میتونه از زندان بیاد بیرون؟ مشخصه یکی هواشو داره، حتما هم اینطوره، ولی کیه؟ تو از کجا پیدا شد؟ اینجا منو ول نمی کنی؟ من تو رو می کشم یارو. به این همه سر و صدا نیازی نیست آقا بکیر. تو کی هستی؟ منو بیخیال، اینکه تو کی هستی مهمه. برادر کوچیکتو اذیت کردم. تو هم کارهای گنده تر از حدت کردی. دیگه داری اعصاب منو خورد میکنی. من قلدرای محله مثل تو خیلی دیدم. آتیش باشی این وسط خودتم میسوزی پسر، که اینم ضرری نداره. میدونم چه غلطایی میکنی، فقط یه تماس لازمه تا تو را بیچاره کنم. اون اعتبارت که خیلی برات مهمه زیر پام له میکنم و رسوای عالم میشی آقا بکیر.
هی! هی! خیلی خوب. این پول برای خفه شدن شماست. از این به بعد آسیه و مرتو راحت میذارید. اگر نه؟ در موردش اون موقع فکر میکنم. حالا که پول قبول کردید فکر میکنم توافق کردیم. گفتم حل دیگه مگه نه؟ خوبه خوبه دیگه، نیا سر راهن. با این پولام تا میتونی برو حال کن. یه خوابی دیدم. چه خوابی دیدی؟ دیدم بچه شیره یه بادبادک بزرگ شده بود. واقعا؟ تو پرواز میکردی؟ آره، اینجوری اینجوری. جایی میخواین برین؟ کی به کی دست تکون میده؟ چیزه، بوراک داشت خوابی که دیشب دیده رو تعریف میکرد. بورک جون، من صبونت رو آماده می کنم. من تو خوابم پرواز کردم بابا. پس تو خوب شدی ها؟ آره. تعریف کن چطوری پرواز می کردی؟ اینطوری پرواز کردم. بعدشم یهوی اومدم پایین. تو کجا میری؟ ببین منو نمیتونی جایی بری، بشین سر جات. من شب دیر میام یا اصلا نمیام، نمیدونم. آسیه، منو دیوونه نکن. قبلا اینجوری نبودی دخترم، چت شده؟ این مرد اخلاقتو عوض کرد، خدا کنه ذلیل بشه. آسیه، من با کیم؟ گوش نمیده اصلا، قلم پاتو خورد میکنم. آسیه خدایا، نه، تا وقتی مرت از زندگی ما نره بیرون من راحت نمیشم. دختر بیعقل من میره خودش آواره بیمارستانم میکنه. بیعقل صبح بخیر نمیگی دخترم؟ ببخشید خاله حالیده، اصلا حواسم نبود. صبح بخیر. تو چته ها؟ اصلا حالت خوب نیست؟ نه چیزیم نیست. بوراک مریض شده، حتما منم یکم خسته شدم خاله. دخترم اون بچه هست، اگه هر بار که مریض بشه اینطوری خودتو نابود کنی که نمیشه. بچه اینطوری بزرگ میشه دیگه. راست میگی. بگذاریم من بهت کمک میکنم، بعدش هم صابونه بوراک آماده میکنم. آه
این آیدان چرا نمیاد؟ استرس عقد دارم یا چی نمیدونم. خیلی مضطربم، نمیتونم با هیچ کی درست رفتار کنم. ای بابا، نمیدونم اصلا چمه. نه اون به خاطر عقد نیست مامان جون، مزاج تو اینطوره. ایجی داری ناراحتم میکنی؟ من همچین آدمیم؟ ببین میخنده. باشه مامان جون باشه، تو هیچ وقت همچین زنی نبودی. چرا مامان استرس داری؟ این چیز خوبیه، داداشم داره ازدواج میکنه، خوشحال باش مامان. ببین کینو میگه، روز عقد داره نزدیک میشه، این همه کار داریم، ولی هیچ کس نمیگه اینا چطوری باید تموم شه. صبح خیر. داداش بیا بیا، کریمان خانم خیلی مضطربه، عقد شما اونو مضطرب کرده. دروغ میگم، این همه کار داریم ولی هنوز کارا تموم نشده. تو خودتو ناراحت نکن مامان، منم عضو اکیپ شدم، کمکتون میکنم. جدی میگی؟ باشه، آیدان خوشحال میشه. خب داداش، تو نظرت چیه؟ من تو اتاق کار یکم کار دارم. نوش جونتون. داداشم از من فرار میکنه؟ یا که از عقد؟ چه فرار کردنیه جه، تو هم گاهی پرت و پلا میگی. داداشته دیگه، نمیتونه ذهنشو آروم کنه، همین. خب تو هم نمیدونی، اونا عاشق هم دیگن. آره، عشق اونا فرق داره. آخه چه فراری؟ یالا بچه شیره، بریم صبونه بخوریم. آبجی فیدان، میخوام یه چیزی ازت بپرسم. بپرس عزیزم. ولی باید راستشو بگی، قوله یا نه؟ قول میدم. تو چرا انقدر ناراحتی؟ تو که ناراحت باشی منم خیلی ناراحت میشم. وای من فدات بشم، من اصلا ناراحت نیستم، تو هم ناراحت نباش. باشه، مادرت از دست من عصبانی نشد، کنار تو ناراحت بودن غیر ممکنه، تو منبع شادی منی، شادی. بگو ببینم برای صبونه چی میخوای بخوری؟ هرچی تو بخوای درست میکنم. هرچی بخوام. آره امروز برای صبونه خوب شدن تو جشن بگیریم. باشه، پس پنکیک درست کنی. پنکیک میخوای؟ آره. تصمیم آخریته؟ تصمیم آخرمه. پس یالا بیا، بیا بریم درست کنیم. باشه. آیدان، تدارکات در چه مرحله ایه؟ اجه جون باور کن الان منم نمیدونم تو چه مرحله ای هستیم. یعنی باید بگم که حتی سرویس اتاق خوابم آماده نیست. خیلی سخت تنهایی با اینا کلنجار رفت. آیدان جون خیلی حق داری، هم کارای شرکت هم کارای عروسی. هول نشین، منم کمک میکنم. تو همه چی بهت کمک میکنم. مثلا یعنی میتونم چی؟ با انتخاب سرویس اتاق خواب شروع کنیم. چطور عزیزم ها؟ نظرت چیه؟ وای تو خیلی نازیه اجه جون. خب داداش، چطور اتاق خوابی میخوای؟ توپراک جون، واسه سرویس اتاق خوابمون با هم تصمیم میگیریم، تو هم باید نظرتو بدی. سر فرصت مناسب نگاه میکنی. ولی عشقم نمیشه که. خب ببین اجام داره بهمون کمک میکنه. نوشه جونتون. این مردا اینطوری هم اصلا کارای سخت رو تحمل نمی کنن. الان نگرانیه یه عقدم که هست باشه. شما سرویس اتاق خواب رو با اجه حل کنی چطوره؟ یعنی شما میگین اینطوریه مامان جون؟ البته خب مردا از این چیزو سر در نمیارن،
برای اینکه نشون ندن براشون مهم نیست فرار میکنن اینطوری. الهی مامان جون حق داری. چی میگی اجه؟ با هم حلش کنی؟ باشه البته. منم بهتون کمک میکنم. الان صبونتون رو بخوری. باشه مامان جون. خدا رو شکر پسرم، خدا دوباره تو رو به من بخشید، تو نجات پیدا کردی، من دیگه هیچی نمیخوام. بالا بدور مرد، کفن و پاره کردی پسرم. ممنون استم. آقا مرد، براتون خبرهای خوبی دارم. آقا مظفر شکایتشو پس گرفته، احتمالاً تو جلسه اول دادگاه آزاد میشین. اوه، من امروز خیلی خوشحالم پسرم، خدای من. من فقط یه چیزی رو نفهمیدم. چی شد که موضوع شکایتش رو پس گرفت؟ ما وقتی حرف زدیم همچین چیزی نگفت. حتی پیشنهاد پول دادیم قبول نکرد. والا منم نفهمیدم ولی شکایتش یه جوری پس گرفت. واسه همین یه سری جزئیاتی هست که به اطلاعات شما نیاز دارم. میشه حرف بزنیم؟ البته آقای وکیل، فوراً زودتر حلش کنیم تا پسرم با هم بره خونه. قربونت برم. بفرمایید. بله، سرش پس کوچولو خمیرمون آماده است. الان وقت پختنه. آره، الان میپزم. خمیر من که خیلی خوب شده آبجی فیدان. ببینم اصلم. شیطون بله یه کوچولو. بیا اینجا دماغتو بیار. بیار دیگه. بادو بیار. شما اینجا چی کار میکنین؟ داریم پنکیک درست میکنیم خاله حالیده. به جنب عزیز دلم. من هم یکم دیگم هم بزنم. واسه من که هنوز خوب نشد. زود باش بیا عزیزم. اوپا. ولی اصلا به اجاق نزدیک نمیشی. باشه. باشه. ببینم چی کار میکنین؟ داریم پنکیک درست میکنیم بابا. میخوای تو هم کمک کنی؟ نمیدونم. خب منم میتونم. خیلی ساده است. آبجی فیدان به هم یاد داد. دست آبجی فیدانو بگیر. بگیر دیگه بابا. الان آبجی فیدان بهت یاد میده. یه قاشق از این بهر میداری؟ آروم میریزی تو مایتابه. درست همین جوری. مامان من پیرهن مشکیمو پیدا نکردم. بیا. گذاشته بودم تو اتاقت. الان میام نشون میدم. مامان پیرهنمو ول کن. مامان این درست نیست. چی درست نیست؟ این حالشونو ببین. فیدانو دادش تو پراک. چی کار کنم؟ مگه من گفتم با هم برین تو آشپزخونه؟ چطور جداشون کنم؟ مامان تا این موضوع اصلا خوب نمیشه. نه برای اونا نه برای ما. میفهمی چی میگم؟ چی کار کنم پسرم؟ چجوری مانه بشم؟ تو بگو آخه. ببین هیچی یادش نمیاد ولی چقدر کنار فیدان خوشحاله. این زندگی پسرم زندگی چیکار از دستمون برمیاد؟ ما کو هم بین اینا بذاریم بیفایده است. نمیشه مامان. میگم نمیشه. میفهمی؟ وقتی آقا توپراک همه چی رو به یاد آورد موضوع اصلی اون... حالیده؟
توپرک چی رو به یاد میاره؟ کریمان خانم؟ چیزه؟ ببین منو، تو این عمارت درباره یه گذشته توپرک هیچ حرفی زده نمیشه، نه از دهن تو حالیده و نه از دهن تو علی، فهمیدین؟ جواب بدین. فهمیدم کریمان خانم، فهمیدم. اگه بهش یه حرف یا اطلاعات کوچیک بدین خیلی براتون بد میشه، گفته باشم باید دهنتون رو بسته نگه دارین. اینم فهمیدین؟ فهمیدم. مامان الان منو فهمیدی؟ اگه کریمان خانم فیدانو بشناسه؟ ببین از این زن هر انتظار میره، میفهمی؟ بعد این زن همه ما رو زیر خاک دفن میکنه، هم فیدانو هم ما رو. چه بوی خوبی میده. اوپا، مربا دوست داری؟ آره بابا جون دوست دارم. نخند. بگیر که اومد. خوبه؟ خیلی خوشمزه شده. آبجی فیدانم رو بگیر. بگیر دیگه بابا. ببین الان آبجی فیدان بهت یاد میده. عزیزم ببین، میخواستم سرویس اتاق خوابمون رو نشونت بدم، بیا با هم انتخاب کنیم. ببین قول میدم زیاد بهت فشار نیارم، فقط بهم نظر بده. ببین به نظرت این چطوره؟ آره خوشگله ولی خیلی نه. یه لحظه اینو ببین، این خیلی قشنگه. من میخوام دقیقا مثل این باشه، جوری که اصلا نخواهیم از توش بیایم بیرون. باید اینو جواب بدم. اجازه میدی؟ باشه جواب بده. میشه در رو ببندی؟ باش. الو. روز خوش. من درباره اطلاعات دادن برای وام‌های بانکمون تماس گرفتم. مساعد نیستم، بعداً حرف میزنیم. منو اینطوری از اتاقت بیرون کنی. با هم سرویس اتاق خوابمون رو انتخاب میکنیم، با هم میریم روی اون تخت. این عروسی، عروسی ما میشه توپرک. آیدان، مگه قرار نبود با هم دیگه حرف بزنیم؟ ها
چیز مامان جون، من اینجا منتظر توپراکم، میخواستم اول با اون مدل‌ها رو ببینیم. ها، پس راضی شد حرف بزنه؟ آره راضیش کردم، یکم سخت بود ولی متقاعد شد، حتی چند تا مدلم نگاه کردیم. اونم مثل من میخواد یه اتاق خواب دنج و دلنشین داشته باشیم. داداشم حالا که میخواست کمک کنه چرا سر صبحی قیافه گرفت؟ من که نفهمیدم. ای بابا، مردا اینطوری هم دیگه، اگه مجبورشون نکنی اصلا حرف نمیزنن. آره مامان جون همینطوره، یکم توپراکو مجبور کردم ولی ارزششو داشت. یالا خانوما دیگه. یالا پس بجنبی، سب کن، خوبه، بیا. میبینی؟ ببینی این اولین ستیه که پسند کردی؟ خیلی قشنگه. من خوشم نیومد، یه کمی قدیمیه انگار. من خیلی خوشم اومد، این جوون هست هیچی سر در نمیاره، هرچی هست تو قدیمی هست. ایجه جونه اینم هست، اینم خوبه ولی این بهتره. آسیه دخترم حالش چطوره؟ همو یاشار خوبه؟ چشماشو باز کرد، خدا رو شکر خطر رفت شد. واقعا؟ آره واقعا دخترم، دروغ ندارم که بهت بگم. آسیه موضوع شکایتشو پس گرفته. یعنی چطور؟ مرت آزاد میشه؟ مرت برید عقب، نمیتونید برید داخل. میشه 5 دقیقه اجازه بدین پسرم؟ اقوام درجه 1 نباشین نمیتونین برین داخل. ببین پسرم، اون داخل نامزد این خوابیده، دوران سختی رو سپری کردن، الان مرهم هم میشن. فقط 5 دقیقه ببینمش لطفاً، نگرانشم. تو عاشق شدی پسرم؟ اگه عاشق شدی درد عاشقا رو میفهمی. باشه ولی از 5 دقیقه نگذره، منو تو شرایط سخت نذاری. باشه نگران نباشی مهت. چیزایی که شنیدم درسته؟ خوبی؟ چیزی نیست؟ آسیه تو الان کنارمی، من چیزیم نمیشه. موضوع شکایتشو پس گرفته؟ درسته؟ آره. ولی مرد چطور ممکنه؟ کی رازیش کرده؟ آسیه یه کاسیه زیر نیم کاسه است، به زودی مشخص میشه. خیلی ترسیدم تو رو از دست بدم. من همیشه کنارتم آسیه، تو هستی من جایی نمیرم، تو همه چیز منی، میفهمی؟ واقعا خوبی دیگه نه؟ از قبل بهترم، همه چی بهتر میشه، از قدیمم بهتر میشه، خودت میبینی. دیگه این بلا رو سرم نیار، من بدون تو نمیتونم زندگی کنم. در اصل من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، اصلا قصد ندارم هیچ وقت ولت کنم، اصلا. این عقد بیا تموم بشه بره، کل امارت راحت بشیم. کریمان از یه طرف، آیدان از یه طرف، به خدا خسته شدم. این عقد چطور میخواد بشه نفهمیدم، بگذاریم. چرا اینطوری گفتی سهر؟ نکنه تو متوجه نشدی؟ متوجه چی نشدم؟ واقعا فیدان ندیدی آقا توپراک با آیدان خانم چطوری رفتار میکنه، نفهمیدی؟ من دقت نکردم. اصلا انگار نه انگار میخوان ازدواج کنن، نگاه های سرد و با فاصله. بعد از عقد میخواد چی عوض بشه؟ همون مرد و همون زن. آقا توپراک یه مشکلی داره، چطور بگم، اصلا انگار نمیخواد ازدواج کنه. سحر
تو بازم بیشتر از دستات دهنت کار میکنه. دخترم، چندین بار بهت تذکر دادم اگه کریمان خانم با آیدان خانم این حرفا رو بشنون فوراً بیرونت میکنن. اونا به ما چه عزیزم؟ ما به کار خودمون برسیم. الانم بودو، برو کریمان خانم صدات میکنه. دیگه از دهنت این خبرا رو نشنوم. به تو هم هیچ ربطی نداره. منم برم یه سر به بوراک بزنم. باشه دخترم، من حل میکنم. یه چیزی میشه یه چیزی نمیشه. خدا عاقبتمونو به خیر کنه. این پرده هم خیلی قدیمی شدن، چی کار کنیم؟ یه مدل دیگه بگیریم؟ همه چی از اول نو میخریم. آره، این تختم عوض کنیم، خیلی قدیمی شده. آره همش جدید بشه. حق داری مامان، اتاقم کوچیک نشون میده. پرده ها خیلی چیزاست که باید بخریم. میگم یه لیست آماده کنیم ها. تو نگران نباش زن داداشون، اون با من. آی الهیه جه، چی کارش کنیم؟ نمیدونم، به نظرم اونم بندازیم دور. عزیزم خوش اومدی. به نظرت اتاقمون چه رنگی باشه؟ تو هر چی میخوای انتخاب کن، من از این کارا سر در نمیارم. پسرم حداقل یه نظر بده. سبز. چیزه، داداشم وقتی بچه بود سبزو خیلی دوست داشت. درسته، من اینو فراموش کرده بودم. چی میگی عزیزم؟ سبز خوبه؟ حالا که اینقدر دوست داری باش. هر رنگی رو میخوای انتخاب کن. موفق باشین. اما عزیزم، به دل نگیر، من باهاش حرف میزنم. کجا مونده بودیم؟ چیزه، من یه کاری دارم. آویزم عوض کنیم؟ 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100. چشممو باز میکنم، باز میکنم. باز کردم. کجایی بچه شیره؟ نمیتونی از دست من فرار کنی؟ پیدا کردم. سک 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 سک. اینو ببین، بازم سک سک کرد. الان پس من دوباره میشمرم. آماده ای؟ بدو. من میدوم. ¡1, 2, 3, 4, 5! 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100! ببینم کجا قایم شدی؟ بوس کنم خوب میشه. یه بار دیگه. باشه عزیزم، من بازم میشمرم. شروع میکنم. 1. یکمی با هم حرف بزنی؟ آره چرا که نه، بیا. 1. اگه وقت دارین میخوام شما رو ببینم. باشه، تو دفترم منتظرتونم.
باشه، ممنونم. آسیه خانم موضوع چیه؟ قطع کرد. پسرم، اصلا نمیشه خوبیای سلما رو جبران کرد. حتی یه دقیقه هم از پیش من جدا نشد. والا اصلا نمیدونم اگه اون نبود تو این وضعیت چی کار میکردم. ممنون سلما، تو هم تو زحمت انداختم. اختیار داری، این چه حرفیه؟ پسرم، مگه سلما غریبه است؟ نمیدونم اون نبود چطور این قضیه رو پشت سر میذاشتم. اون منو آورد، اون منو برد، دلداریم داد. آی دختر قلب طلایی من، نمیدونم تو نبودی من چی کار میکردم. مامان من یکم درد دارم، بهتره که بخوابم. پرستار رو صدا کنم؟ نه نمیخواد، یکم بخوابم حالم خوب میشه. باشه پسرم، پس ما الان میریم، بعدن میبینمت. بخواب. بیا دخترم.